بسم الله الرحمن الرحیم سلام و درود فراوان خدمت همه شما شاگردای عزیز امیدوارم که هر کجایی که هستید حال دلتان خوب خوب باشه به مکتب عادی خوش آمدید با مضمون فیزیک سنف هشتم در خدمت شما عزیزان هستیم قبل از شروع درس شماره ما را یادداشت کنید اگر سوالی در جریان این درس داشتید از این طریق با ما در میان بگذارید شماره ما است دوستیف نوستدو شست و چهار هفتصد هشتاد و شما می که از طریق این شماره با ما در ارتباط باشید با انرژی هرچی تمامتر درس امروز آغاز میکنیم خب در درس شانزدهم قرار داریم قصد داریم در این درس چرخ ها و سطح مایل موارد بررسی قرار بدیم که شما میدانید چرخ و سطح مایل از انواع ماشین های ساده و حساب می آین. اما قبل از شروع درس یک مروری بر درس جلسه قبل با حل یک تمرین داشته باشیم در درس جلسه قبل در رابطه با فایده مخانیکی ماشین ها با هم دیگه صحبت کردیم فرمول محاسبه را گفتیم اینجا یک تمرین حل کنیم تا یک یادآوری شده باشد خب به تخته نگاه کنید خب شاگردای عزیز و نازنین یک رافعه رو را با هم دیگر رسم میکنیم میگیم که رافعه ما به این صورته اینجا نقطه اتکای ما قرار داره میگیم که اینجا هم قوه عامل ما قرار داره با این نمایش میدیم اینجا قوه مقاوم ما قرار داره که با آر نمایش میده حواستون باشه قوه مقاوم همان وزن جسم در خیل جاها حساب میاد دیگه سعی شد اینجا قوه مقاوم ما قرار داره میگیم که فاصله نقطه ای تا تکیهگاه یا نقطه اتکار سوال به ما داده 80 سانتی متر فرزن و فاصله ای فاصله را به ما داده 60 سانتی متر به ما گفته با استفاده از اطلاعاتی که ما در مسئله به شما دادیم فایده مکانیکی را دریافت کنید. خب ما یک نگاهی به شکل میندازیم میبینیم که طول بازوها اینجا داده شده پس از فرمول قسمت دوم میریم دیگه فرمول مین میسیم تا اطلاعات بتونیم پیدا کنیم فرمول به این صورت بود ام مساوی بود با نسبت L ای بر ل آر خب مساوی میشه با L ای چی میشه؟ طول بازوی مقاوم طول بازی مقاوم چه قسمی پیدا میکنیم میگیم که میریم قوه عامل پیدا میکنیم قوه عامل ما اینجاه تکیهگاه تکیگاه کجا این فاصله یعنی فاصله قوه عامل تا تکیهگاه میشه بازوی عامل ما که به ما داده 80 سانتی متر خب یه قرار میدیم میگیم یه 80 سانتی متر بر ال آر ال آر میشه بازوی مقاوم بازوی مقاوم یعنی چی؟ میریم او نقطه یا قوه مقاوم پیدا میکنیم قوه مقاوم اینجای تکیهگاه هم در نظر میگیریم فاصله قوه مقاوم تا تکیهگاه ما یا نقطه اتکای ما بازوی مقاوم تشکیل میده میشه این فاصله خب این فاصله رو به ما نداده سوال دیگه گفته که شما یکم خلاقیت به خرج بدین سوال حل کنید مستقیم به ما نداده خب ما نگاه میکنیم میگیم که کلی فاصله 80 سانتی فاصله ای تا آر هم که 60 سانتی متره پس این فاصله میشه 80 منفی 60 دیگه به همین راحتی شما اگه 80 منفی 60 بکنید برابر با 20 سانتی متر میشه دیگه سیسته این فاصله ما برابر 20 سانتی متر شد وایدایش هم که یکیه هم سانتی متر بالا هم سانتی متر پایین پس نیاز به تبدیل نداره <تصفح> پس ال ا رو ما دریافت کردیم برابر با 20 سانتی متر شد تقسیم انجام بدیم که برابر با چهار میشه پس فایده مکانیکی برابر با چهار شد چون چهار بیشتر از یکه پس این ماشین ما که یک یعنی نور هسته از طریق افزایش قوه به ما کمک میکنه خب میریم سراغ درس امروزمان اولین وسیله که بررسی میکنیم چرخ های یک ماشین ساده چرخو شاگردای عزیز از یک قرص مدور فلزی، پلاستیکی یا چوبی ساخته میشه که به دور یک محور ثابت آزادانه حرکت می‌کنه دیگه. شما شکلش هم می‌بینید که ما برای شما شکلش آوردیم به اینا میگیم چرخ دیگه. حالا این ها انواع مختلفی داره. اولین نوعی که با هم دیگه بررسی میکنیم چرخ ثابته. چرخ ثابت به چه صورته؟ شما یک سیستم رو در نظر بگیرید که چرخ از یک جای آویزان شده و در این چرخ ما ریسمان داخل این چرخ قرار گرفته این میشه از چرخ ساده یا چرخ ثابت دیگه شما میبینید که این چرخ از یک جای فقط آویزان شده دیگه خب به این چرخ ها میگیم چرخ ثابت اگه فایده میخانیکی در این چرخ ها را حساب کنید این فایده میخانیکی همواره برابر با یکه و ما در درس جلسه قبل یاد گرفتیم که اگر فایده مکانیکی در یک ماشین برابر با یک شد او ماشین فقط از راه تغییر جهت قوه به ما کمک میکنه مثال بزنیم اگر شما با یک چرخ ثابت یک جسمی که وزنش 500 نیوتن بخواین بالا کش کنین باید به همان مقدار 500 نیوتن قوه وارد کنید یعنی قوه عامل و قوه مقاوم برابره چون فایده مکانیکیش برابر با یک هستن و فقط از راه تغییر جهت قوه به ما کمک میکنه مثلا یک جسمی که پایین قرار داره ما ریسمان یا تناب کش میکنیم این جسم به سمت بالا انتقال میدیم این میشه چرخهای ثابت نه دیگر چرخ ها متحرک آزادن شما روی شکل هم میبینین این چرخ متحرک آزاد شکلش خوب نگاه کنید تا تو ما توضیح بدیم این چرخ متحرک دارای یک محور آزاده که میتونه با آسانی در فضا حرکت کنه شما همانطور که دیدید یک سر کابل آزاد بود باز هم به شکل برگردیم میبینید که یک سر کابل اینجا آزاد هست دیگه و یک سر دیگه کابل متصل به یک جایی صحیح شد؟ خب این قسمتی که متصل هست داره ما به عنوان تکیگاه در نظر میگیریم وقتی که به عنوان تکیگاه قسمت در نظر گرفتیم با کشیدن او قسمت دیگه تناب که باز هسته یک قوه مزاعف روی جسم وارد میشن پس این چرخها چرخهای متحرک آزاد هستند یک سر کابل وصله یک سر کابل دیگه آزاد هستن نوع دیگره چرخها چرخهای مرکبه چرخهای مرکب در واقع از ترکیب چرخهای ثابت و متحرک ایجاد میشن یعنی شما یک چرخ ثابت یک چرخ متحرک یا دو چرخ ثابت دو چرخ متحرک با همدیگه ترکیب کنید چرخ های مرکب ایجاد میشن نکته ای که مهمه چرخ های مرکب باز خودشان انواع مختلفی داره یک چرخ های مرکب با ریسمان واحده شما روی شکل هم نگاه کنید خوب میبینید که ما چهار تا چرخ داریم دو تاش ثابته دو تاش هم متحرکه و یک ریسمان از همه ای چرخ ها عبور کرده پس میگیم اینجا چرخ های مرکب داریم چرا مرکبن چون دو تاش ثابت دو تاش متحرک و با ریسمان واحده چون همه اینها به یک ریسمان متصل هستن دیگه خب حالا اینا با هم دیگه میخوایم بررسی کنیم که فایده میخانیکی در چرخ های مرکب به چه صورته به تخت سیاه نگاه کنید فرضاً شکلش به این صورت هست میگیم که در چرخ آخر اینجا یک جسم آویزان کردیم در چرخ آخر که جسم ما 400 نیوتن وزن داره و وزن جسم هم شما میدانید که برابر با قوه مقاوم میشه دیگه صحیحسته؟ خب حالا قصد داریم که بررسی کنیم قوه عامل و همچنین فایده مکانیکی را در چرخ مرکب با واحد خوب توجه کنید یک قوه مقاومه که اینجا قرار داره که برابر با همان وزن جسم هسته شاگردای عزیز تقسیم موشه بر چرخ ها پس اگر سیستم ما در توازن باشه مسلما R با F باید برابر باشه دیگه قوه مقاوم با قوه عامل باید برابر باشه R با E باید برابر باشه سیسته؟ خب میگیم که قوه مقاوم بر تعداد چرخ ها تقسیم میشه یعنی R تقسیم بر چهار میشه برابر با ای e هسته که از این رابطه نتیجه میگیریم که آر یا قوه مقاوم برابر با چهار تا ای یا یعنی چهار برابر قوه عامله اگر شما تعداد چرخ رو زیاد کنید یعنی تعداد چرخ رو از چهار تا به پنج تا برسانید باز همین آر یا قوه مقاوم تقسیم بر تعداد چرخ ها تقسیم بر پنج میشه ده تا چرخ باشه تقسیم بر ده میشه پس نتیجه میگیریم که اگر شما آر تقسیم بر تعداد چرخا که با N نمایش میدیم بکنین برابر با قوه عامل میشه از این رابطه R شما برابر میشه با N E ای. یعنی قوه مقاوم برابر با N ضرب در E خب این رابطه رو داشته باشید خب در ادامه میخوایم فایده مخانیکی رو دریافت کنیم میگیم که فایده مخانکی فرمولش چی بود؟ یادتان هست M A برابر بود نسبت R به ای خب. حالا جایگذاری انجام میدیم میگیم که بجای آر قرار میدیم N ای این دریافت کردیم دیگه میگیم بجای آر قرار میدیم N ضرب در ای مخرج هم که ای هسته حالا شما میتونید اینا رو با هم اختصار کنید یعنی دوتا ای رو اختصار کنید چیزی که باقی میمانه برابر با N هسته پس فایده میخانیکی در چرخهای مرکب با رسمان واحد برابر با N این چیه n هم تعداد چرخ‌های صحیح شد به همین راحتی حالا که تعداد چرخ‌های ما 4 تا هست پس فایده می‌خونه که 4 اگر تعداد چرخ‌ها 5 تا بود فایده می‌خونه که برابر با 5 بود دیگه صحیح شد پس این مطالب ما در رابطه با چرخ‌های مرکب با ریسمان واحد یاد گرفتیم حالا که خوب یاد گرفتید درس با همدیگه دیگه یک سوال حل کنیم جسمی که 800 کیلوگرم وزن دارد توسط چهار چرخ با رسمان واحد بلند میگردد شما میبینید که کتله جسم به ما داده سوال دیگه قوه عاملی را که برای بلند کردن جسم مذکور لازم است حساب کنید خب این سوال با هم دیگه حل میکنیم حواستون باشه گفته چهار چرخ با رسمان واحد خب اما شکل قبلی رو در نظر بگیرید ما رسم کردیم چهار تا چرخ داریم ریسمان ما هم که یک ریسمان واحده گفته جسم 800 کیلوگرم وزن دارد یعنی وزنش اگه بخوام بنویسیم بر اساس نیوتن بنویسیم میشه 8000 نیوتن دیگه چون وزن میشه ام جی دیگه ام ضرب در جی ام ما 800 کیلوگرم جی هم که ده ضرب کنیم میشه 8000 نیوتن صحیح است این به ما داده بعد گفته قوای عامل پیدا کنید یعنی این از ما خاصه دیگه صحیح شد خب یادتان هست دیگه ما در درس چند لحظه پیش که مورد بررسی قرار دادیم گفتیم که آر در ریسمان مرکب در چرخ مرکب با ریسمان واحد آر مساوی با ان ضرب در E هست دیگه صحیح شد خب آر که ما داریم آر هشت هزار قرار میدیم N که تعداد چرخهای برابر با چهار ای هم که مجهوله حالا از این رابطه این ما مساوی میشه با 8000 بر 4 8 تقسیم بر 4 برابر 2 میشه 3 تا صفر داریم میشه 2000 نیوتن دیگه سه پس قوه عامل شما برابر با 2000 نیوتن استخراج شد این از کجا دریافت کردیم با توجه به نکته ای که به شما عزیزان گفته بودیم نوع دیگه چرخ های مرکب چرخ های مرکب با چندین ریسمانه شما اگر روی شکل هم نگاه کنید میبینید که هر چرخی شاگردای عزیز به یک ریسمان مستقل وز شده اینجا دیگه یک ریسمان واحد نداریم دیگه پس اینا میشن چرخ های مرکب با چندین ریسمان خب اگه قصد داشته باشیم که قوه عامل و همچنین فایده میخانیکی را دهی چرخ های حساب کنیم به این صورت است به نگاه کنید شاید عزیز و نازنین میگیم که اگر جسم ما یعنی وزن جسم ما قرار داشته باشه روی چرخ اول این تقسیم میشه به این صورت که قوه عامل ما قوه عامل اول ما برابر میشه با آر تقسیم بر دو در چرخه مرکب باریسمان واید یاد گرفتیم دیگه خب این دو یعنی قوه عامل دوم برای چرخ دوم داره مثال کنیم دیگه میشه وزن باقی مانده وزن باقی مانده ما آر بر دو دیگه باز هم تقسیم بر دو یعنی آر بر دو باز هم تقسیم بر دو میشه که میشه آر بر چهار یه یعنی به این صورت هم میتونیم بنویسیم آر دو به توان دو اگر بخوایم که قوه عامل برای چرخ سوم حساب کنیم میشه ای سه مساوی میشه با وزن باقی مانده از حالت قبل یا چرخ قبل که برابر با آر بر چهار بود آر بر چهار بر یه یعنی هم تقسیم بر دو میشه میشه آر بر هشت که رو میتونیم به این صورت بینیسیم آر بر دو به توان سه همینطور شما میتونید به نسبت تعداد چرخهایی که دارین ایره ادامه بدین دیگه اما نکته ای که میبینیم ای یک میشه آر بر دو به توان یک ای دو میشه آر بر دو توان دو ای سه هم میشه آر بر دو به توان سه دیگه سه پس یک فرمول میتونیم اینجا استخراج کنیم میگیم که ای کلی ما برابر میشه با آر بر دو به توان ان از این رابطه میتونیم بینیسیم که آر مساوی میشه با ای ضرب در دو به توان ان سعی شد؟ این شد از رابطه بین قوه عامل و قوه مقاوم اما فایده مکانیکی رو میخوایم دریافت کنیم خب فایده مکانیکی فرمولش چی بود ام ای مساوی بود با نسبت آر بر ای e. صحیح شد حالا به جای آر ما قرار میدیم ای e در دو به توان ان پس قرار میدیم ای e ضرب در دو به توان ان بر یک ای e دیگه که در مخرج داریم دیگه حالا اینا رو میتونیم با هم دیگه اختصار کنیم ای e با ای e اختصار میشه چیزی که باقی ماند دو به n هسته پس فایده مکانیکی در چرخهای مرکب با چندین ریسمان برابر است با دو به n دیگه این چی رو نشان میداد؟ این تعداد چرخ رو نشان میداد اگر تعداد چرخ برابر با چهار باشه ام ای شما برابر میشه با دو به چهار صحیح شد؟ پس ما چرخ های مرکب با چندین ریسمان هم یاد گرفتیم که فایده میخوانه کشی از چی راهی دریافت کنیم ماشین سالی بعدی که مورد بررسی قرار میدیم سطح مایل سطح مایل یعنی چی؟ سطح مایل سطحیه که با افق زاویه حاده میسازه خب این شکلش با هم دیگه رسم کنیم و ببینیم که فایده مکانیکی رو در سطح مایل چگونه میتونیم که دریافت کنیم خب شاگرد عزیز و نازن یک سطح مایل رسم میکنیم میگیم که سطح مایل سطحیه که با افق زاویه حاده میسازه میبینید که با افق یک زاویه حاده مثل تتار ایجاد کرد سعی شد حالا یک جسم روی سطح مایل ما قرار داره این جسم مایل مسلما وزن جسم که اینجا وجود داره برابر با ام هسته همان قوه مقاوم مایل صحیح شد و اگه ما جسم به سمت بالا کش کنیم یک قوه عامل ای هم به سمت بالا ایجاد میکنیم حالا اگه بخوایم در این سطح مایل فرمول فایده مکانیکی رو بنویسیم به این صورت دیگه ام ای مساوی میشه با نسبت قوه مقاوم که آر هسته بر قوه عامل که ای e هست و ما یک فرمول دیگه هم گفتیم گفتیم میتونیم از طریق طول بازا بریم طول بازوی عامل بر طول بازوی مقاوم اینجا چگونه استفاده میکنیم میگیم که اگر شما طول سطح مایل داشته باشید یعنی این فاصله و با دی هم نمایش میدیم طول سطح مایل داشته باشین. و همچنین ارتفاع این سطح مایل هم داشته باشین که ارتفاع را ما با اچ نمایش میدیم میتونید از طریق تقسیم دی بر اچ فایده مکانیکی رو دریافت کنید پس اگر فقط قوه ها رو به شما دادن قوه مقاوم و قوه عامل از این نسبت بره اما اگر سطح مایل قرار داشتین و طول سطح مایل که برابر با دی هسته و همچنین ارتفاع سطح مایل که برابر با اچ هسته رو به شما داد توانید از طریق تقسیم دی بر اچ هم ام حساب کنید خب یک سوال با هم دیگه حل کنیم تا با طریقه محاسبه فایده میخوانی که در سطح مایل هم آشنا بشین سوال چه گفته؟ گفته اگر طول یک سطح مایل 6 متر و ارتفاع آن دو متر باشد فایده میخانیکی آن را حساب کنیم پس طول سطح مایل به ما داده خب شکل با هم دیگه رسم کنیم یک سطح مایل رسم کنیم با هم دیگه به این صورت طول سطح مایل به ما داده گفته طول سطح مایل به این صورته که برابر با 6 متر هست دیگه صحیح نه ارتفاع دو متره یعنی ارتفاع اینجا به ما داده دو متر فایده که رو گفته حساب کنید خیلی سوال راحتی هست میگیم که هر دو عین واحد داره دو تاش متره تبدیل واحد لازم نداریم از این رابطه میگیم ام ما مساوی میشد با نسبت دی بر اچ دیگه دی چی بود طول سطح مایل که 6 متره پس قرار میدیم 6 متر اچ ارتفاع مایل بود که دو متره دور هم قرار میدیم 6 بر 2 تقسیم می کنید برابر با 3 استخراج میشه پس فایده این مخانکی ما برابر با 3 شد خب شاگرده عزیز و نازنین درس امروز ما هم به اتمام رسید ما در این درس در رابطه با چرخها و سطح مایل که از جمله ماشینهای ساده به حساب میآیند و همچنین در رابطه با نحوه دریافت فایده مخانکی در این چرخها و سطح مایل با شما عزیزان صحبت کردیم همه شما عزیزان به پاک مسباریم موفق پیروز و سربلند باشید